اتفاقا همین مسئله نرمال نرمال که میگن ها، که مثلا حد نرمال، اصلا حد نرمالی وجود نداره. حد نرمال برای هر کس متفاوته. ببین همین ها باعث شده بود، همین باید و نباید ها باعث شده بود که من یه کمپلکس پیدا کرده بودم و من سال 2000، البته این فیلم مال 2005، اونجا دیگه این مسئله کاملا رفع شده بود، این تراپی که داشتم، و این بود که من اصلا نمیتونستم راحت غذا بخورم پیش کسی. اصلا حتی موقعی یه جوری شده بود که یه جوری وقتی غذا میخوردم اون سرزنش ها، اون باید و نباید ها، این کمه، این زیاده، این اینجوری نخور، اونجوری نخور، اون حتی توی مرحله ای که مثلا پدرم حتی چپ چپ مهمونی میرفتیم نگاه میکرد، اصلا من از مهمونی رفتن، از تو جمع بودن زرج میکشیدم به اونجا غذا بخورم. این مسئله که ما میگیم نرمال، نرمال چیه؟ یه موقعی وقتی که تو دوست داری اصلا انقدر بخور 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 بخور، اصلا بترکی، اصلا خودت رو محدود نکن، بذار این بدن تو به خودت. ببین همه ماها در وجود خودمون یه اتونوم، یک سیستمی رو داریم که این خودش به ما میگه که مثلا چی رو بخور چی رو نخور و ما کجا بخوریم چه جوری بخوریم. ولی از بس اون اتونوم رو از کودکی در ما سرکوب کردم. ببین بچه که میاد مثلا از بچه هی به زور فیلم ها رو نگاه کنی، میاره آب پرتقال رو به زور میگه اینو بخور، این غذا رو میگه اینو بخور اینو بخور، فکر میکنه که با خوروندن بچه ها به بچه خوبی کرده، در حالی که اون اتونوم رو سرکوب میکنه. و تمام این تربیت های غلط و تمام این محبت های نادرست، چه در رابطه با سیستم سرما، چه در رابطه با مثلا ایوای طرف سردت نشه، ایوای فلان نشه، ایوای نمیدونم، تمام این چیزهایی که از بیرون به ما القا میشه، اینا باعث میشه اون اتونوم، اون مکانیسم درونی ما سرکوب بشه. و این وقتی که هرچقدر که بزرگتر میشیم بزرگتر میشیم، این سرکوب، این کمپلکس بیشتر میمونه و در یک جایی به بی‌اشتهایی منجر میشه، در یک جایی اصلا تو نمیتونی غذا بخوری، در یک جایی هی میای به اضافه وزنی منجر میشه، بعد هی میای باز خودت رو متناسب با اون نرمهای جامعه بکنی، هی رژیم رژیم، سیکل معیوب سیکل معیوب سیکل معیوب. برای همین اون زمان که من وقتی اومدم اولویت داده شد برای تراپی های ما بین روانم و بدنم، که من میخواستم مثلا هم بدنم یه رژیم متناسبی رو بگیرم. اصلا البته یه مقاله دارم که شکم من، اصلا انقدر من دنبال این مسئله بودم که وزن خودم مناسب باشه، فلان باشه، بهمان باشه، متناسب باشم، فلان باشه، اصلا بیمارگونه بیمارگونه. اصلا بدن آدم میاد اونجا انتقام میگیره وقتی ما این کارا رو بکنیم. برای همین وقتی من این مسئله رو رفتم مطرح کردم و گفتم این تراپی رو میخوام و میخوام این نگاه کردن اولویت، خب گفتن رژیم غذایی رو فعلا ول میکنه، ول کن، اصلا بذار هر جدم میخوای چاق بشی بشی، با این شکم خودت مبارزه نکن و اول روح و روانت رو بذار رها بشه. برای همین سیر سیر بخور، هر جا که رفتی باید سیر سیر بخوریم. همین مسئله که یادمه که اولین بار که اصلا کلمه سیر سیر، هر جا که رفتی سیر سیر بخور، انقدر برای من یک نقطه کلیدی شد که من اونجا اومدم یه جایی بود که صبحانه داشتیم میرفتیم، صبحانه بود که افراد مختلفی بودیم دیگه، مثلا یه خانم لهستانی هم کنار من نشسته بود. من انقدر رفته بودم تو این فازی که در واقع باید اون سیر بشم دیگه، دیگه رها کرده بودم این نور، سعی کرده بودم که دیگه به اینا فکر نکنم. انقدر من اونجا صبحانه غذا خوردم، نونای این چنینی که واقعا الان من یکیشو بیشتر نمیتونم بخورم، شاید 5-6 دایی کنم، این بغل دستین گفت شما چقدر میخوری؟ گفتم من میخوام سیر سیر بشم. یعنی دیگه اون رفته بود که انقدر با خوشحالی به اون زن که من اومد مثلا سرزنش کنی که چقدر تو میخوری،
من برگشتم که بهش گفتم من میخوام سیر سیر بخورم. این اصلا یه تریومف، یه پیروزی برای من بود که بابا ول کن دیگه، ول کن، روانت مهمتره که تو من مثلا یه بدن مثلا متناسب خوشگل فلان همه به من بگن خوشگل رو نمیدونم اندام. هیچ وقتم این نمیشد که، همیشه یه ایرادی گرفته میشد. برای همین اینا رو که رها کردم و بعد دیگه هر جایی که میرفتم واقعا من ممنون اون تراپی هستم، ممنون این روان درمانی هستم که اصلا به من لذت غذا خوردن رو و اینکه شما میبینید چقدر با لذت من دارم همه جا غذا میخورم. حالا بعد از اینکه بدن شما، مثل اینکه شما الان بدن شما دچار یه بیماری شده، خب اولویت به چیه؟ به اینکه قلب رو نگه دارن دیگه. مثلا اولویت به چیه؟ مغز رو نگه دارن دیگه، اون ارگانی رو نگه دارن، اون بخشی رو نگه دارن، اون اولویت بندی میشه دیگه. اونجا من بایستی اول درونن رها می شدم، بعد می رسیدم به یه سری چیزهای مثلا فرعیات و اینها، و بعد که اون در جایگاه خودش تنظیم میشه میتونه چیه؟ بعد خودش متعادل میشه، متعادل میشه. و همیشه من مخالف این رژیم ها بودم، این رژیم هایی که مثلا برای لاغری و اینها بودم. همیشه میگفتم باید بدنم خودش بگه، تنظیم بشه و بگه که چی رو بخور، چی رو نخور، چی کار بکن. و دارم به این مرحله هر روز بیشتر و بیشتر نزدیک. اعتماد ایشون نسبیه. من به پدر خودم هم اعتماد 100% ندارم. اعتماد در مسیر زمان به وجود میاد. بینندگان و شنوندگان ارجمند، اکنون آقای فصیح و زیبا دارن خورشتی که آقای فتاحی از ایران آوردن به نام قرمه سبزی خوردن میفرمایند. سیستم ها چقدر پیشرفته شده که یه خوراکی در ایران پخته بشه و در اینجا یکی از رهبران کاخ آناهیتا به نام زیبا نشسته و داره هریسانه میخوره. آره، هریسانه و داره میخوره و خیلی هم گرسنه‌ش هست و در کنارش هم یه برونی هست که اونم باز ایران پخته شده و آورده شده اینجا در کاخ آناهیتا. حالا این خیلی حرف حد خبر مهمی تنظیم کردی بشین چه نهارت بخوره. آره، حالا خود دارم بعد بیام بخورم. حالا ملش کنم. اول خانم دکتری که اول از گرسنگی داره درما خودش درما میکنی. آره دورانی خوش نومن؟ آره خیلی خوب آزد درست میکنه. خیلی خوب خانم درست میکنه. بهش میکنی چند تا هم سیروش چی میزنه؟ فلفل، سیر کوبیده، پخته شده، خیلی تمیز درست میکنی دورانی رو. و دورانی اسفناج تازه میگیره، میپزه. من خیلی دوست دارم. گاهی فقط شبا نونو هم از اون نونه با این فقط میشه شام من. شبا که من صابون بکنم خیلی راحت میخوام این میکنم. و همراه غذا بعد یه جدا جدا مثلا خیلی دوم میکنم. ولی یه آدم هم بزنه یه یخشا بگم بزنه تو کلاسی میبرم اونجا خرامش میزنه دیم 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 نه هم خوب بود. خونه چه خانمی داره؟ آره دیدم اینه که اصلا اینجا میاد چشمش درویش میکنه و کاری با کار خب بانوان دیگه نداره. بله بله رفته مامان منم دیگه. اه؟ بله بله بفرما دیگه چی؟ مجموعه زیدیم هزار کردیم دست کردیم. بله خوبه دیگه. این زیبا پدرشون مادرشون بعدش گفته مامانش تا خیلی خوشگله. آها بله خیلی مهربون با شخصیت باشه. مامانش خیلی قشنگ. نشون که ندیدی من دیدم. من ندیدم نمیتونم دیدم. خیلی خوشحالم که ارتباط داره برقرار میشه. من بازم حالا ولیشون نمیکنه. بهشون گفتن این یکی نخواستی جایی ندی یا بیاختن همه که اینکی. آره آره نه چشم نمیشه خود بگیرم از دو من بیارم.
الان دیگه من سه در سوم بشخوابم بخورم دیگه کاخ آناهیده به هم میخوره. میگم این شده یا راست ساب میکنم نارنج؟ آن بذار میکنی نارنج چوش نمیریزین دوست نده نارنج؟ نون؟ خوری شرد داره چوش خوشمزه نمیشه توش دوست نده هم دوست شرد خیلی توش دوست داره میاد چیزه توش مگه دیمار داره هم داره باقی اونه هم اضافه میشه گاهی من دوست دارم آره داری نارنج میشه همتون خوردی آره اینجا نارنج من ندیدم توی پوست دیده نیست بله نارنج اینجا نیست من چند تا میخوام بردارم بله برای شما برای اینکه به دوستت از دوستای آلمانی بدم نوشتنی چی داره؟ من تلفن بهت گفتم رو آبجو باید که من بخر بیر آبودی؟ میخواست الان چی بره؟ من تو چهار دو باید میشه من بده کاری نه الان فصل میخواست بره ببین این زیبا خیلی زده با الکل به خاطر حرمت به زیبا گفتم که نه باشه یه روز دارم بدو چی؟ میگم بومنه حرمت مروبت و یعقی چه داری میگه؟ آره نفسی میخواست بره آبجو بگیره گفتم به حرمت زیبا آبجو میخواست بره بگیره دیروز داره میگه که من از این چیز دیروز میگه من دیگه ویر نمیخورم هر روز این حرف رو میزنه دوباره وقتی یه نفر رو میبین این من دوست ندارم این برد وقتم یه چیزای سخیل نداره ویسکی آبجو نه تو گفتی ویرم نمیخورم در تو دیگه چرا به من میرسی اینو میگی توبه کردن نه چرا چرا باید بگی اصلا نمیکنم وقتی به یه نفر میشه زود میخوره این درست نه این تظاهره نه گفته به جز امشب و فردا و شب و شبهای دیگر بله توبه کرده اما همین که گوش نه بکرم مگه اینجا یه نفر زیبا همین که گوش کرد بس من خلاصه تشکمه دیگه از دیگر نکنم من این دوستان اینقدر یه کالباس دادن نمیدونم سال مالا چه نوشیدنی بگم هر چی بخواه هست بیا یا آب خوردنی بیاره یکی چی بیاره چی داری؟ همه چی هست بیاره آبا همه چون خونک داره بیاره آب گاز دار همهش خونک آب گاز دار داری؟ آب و گاز دار کولا فانتا آفره لیمان بیاره ببرش بله خلاصه آره خود مده میشه این شما دارید تو افغانستان هست چونجا آبا هاش بزن ما رو ایرانه شاید دوست داشت بیده 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 من خیلی چیز خوبه بابم بله خیلی چیز خوبه بابم بله خوش شد بیرام من میبارم اتفاقا بفرد خواب گاز دارم بیرام باشه یه چند دونه از این لیمونه یه دیگه خرم باشه داشته همه آقای آقای بگیو خیلی چیز داره بیقر رخت داد به این چیز بفره بچه من چیزه خیلی دیگه نباید آدم وابسته به زاخه باش آفرین حالا تمام زندگیش تو همون کمد کوچک جا میگیره از اون بچه هایی هم نیست که هر روز بگه من باید اینو بخرم نه آفرین آفرین تو این سن تو این سن یه بچه اینجوری باشه دوتا میله برجی تو راست چونه تا میرسه هم بسید بیدلن بزنی میده بزنی حالا کی برسه نمیدونم من تو باید همه جا با چیز برم میخه ببندیدی بکوبی دیگه بیش میکنی برای همه شد زیبا بیانی برای تو بزنم شیشه میخوای شیشه چی میکرد بازی میکرد اوه منم تایشون بگو بیش میکنی با بیدار با شیشه بازی میکرد تو تا میده برش برسن تو راست دارم که راه برای کی؟ برای این میلی باستانی برای سرده سروانو؟ سر شده؟ نه هنوز نه برو خورش از آقا بیا بخورم نه نه دیگه اینو نمیخوام از اون بخورم حالا سر خورش برو برده بخورم نه نه اون خورش خورم از قرم سبزه سیر همون ویترا میاد جواد میاد دیگه شاید بیاد خورش تو ساعتی من خیلی هم برده به جونتو ببخش کبا مردم نه آقا من دعوتشون کردم تازه هفتش نفر من تماسونی چیزی بردم خورش یا بس همتون مون یک گرد بزرگ پختم همون تعداد از همون گذاشتم تو هوا به ایمان جای خونک زمین سرما گفتم برای اینکه بذاریم خورش میگرم از همتون سر خورش میخوردیم تو این قد جد بود اونجا که کم مقرم ببرد نه خوبه خیلی من که سیر شد کسی من حالا چیز دیگه میخوام یک کمم از این مخورم
خوشمزه است. خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. خوراکی تاختم بابا بزرگ که من همه چیم. کم کم آقای فرستی برون آواز میتونه خیلی آواز خوشی داره. آفرین. خوش میبینید. بخوای فرانسی میبرم و این بار قاسون لفت. بدون چیز با زیبا. زیبا هست. میخوام یه ماشین با یه با یه ماشین میخوام راه بیفتم. نه یعنی با یک من اینکه فرانسه برم دوباره کار دوباره تفریح. خب باش بیارم مونیخ دوباره کار. خب بیاد فرانسه هم کارت انجام بده هم کار هر تو ماشین فرما همه شما رو گرفتار میکنه. اینجا باید تلفن بزنیم من برم بیشنم بیشه رئیس تا شب گرفتارم توی اتاق. نه تو با ما میای. آره تو اون بوست تا میریم اونجا. آره تو یه اتوبوس هستیم فسیح برون آواز میکنی تا اونجا به کیمی هم میخوام زیبا رخش میکنه. نه یکی جوک میگه دار من همه هم با همه آشنا میکنیم. آه همه با به همه هم سفارش یه عینک خوشگلتر شده نه ای بار ها کی منو ندیدی؟ نمیدونم دو ماه دو ماه صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیا سیرت زیبا وجود اکنموده بله کمتر با من خانم آقای من واقعا خیلی خوشحالم که هر 10 دقیقه به 10 دقیقه از من تعریف میشه چون من خیلی کمبود دارم. یکی از بچه ها میگونه زیبا 10 دقیقه به 10 دقیقه از من تعریف کن چون من کمبود دارم برام از اون یاد گرفتم بودم خیلی خوبه. آقای فصلی سیر شدی؟ مستقرم خیلی دست مدرد نکنه خیلی مستقرم داریم ارتباط نصیب قسمت ما بود بله بله آخه این چند روز پیش گفتش که خونه اقدس و آخه با سعید دوسته آره بعد اقدس و این خونه اقدس یه بار قرمه سبزی خورده بود گفت زیبا من یه چیز سبزی بود خورده بودم جی گفتن جی قرمه سبزی گفت آه گفت خیلی من اونو دوست دارم بله. من قبل از اینکه برم رسپون زنگ زدم گفتم چیکار کنم این حواس قرمه سبزی کرده بعد به سیمین گفتم اره. گفتم این پسر ما حواس قرمه سبزی کرده هر کی قرمه سبزی میخواد بپزه اینو دعوتش کنه حالا بیا اولش از تهران خوب شد اینجا بخونم بله دیگه آرزو که آرزوی دیگه نداری هر آرزو